سیستم هیدروپنوماتیک. آشنایی با سیستم هیدروپنوماتیک. در این برنامه به معرفی اصول اولیه کارکرد و طرح کلی سیستم هیدروپنوماتیکی، ترمز و سیستم فرمان خودروهای زانتیا و XM می‌پردازیم. این برنامه هم برای نمایندگان سیتروئن و هم برای متخصصین سیتروئن مفید خواهد بود. در برنامه دوم به شرح سرویس های معمول و تعمیرات اولیه سیستم هیدروپنوماتیک پرداخته می شود. علاوه بر این، هر فیلم همراه با یک کتابچه بوده که در آن سوالات مربوط به فیلم آموزشی آورده شده و شما می بایست پس از پاسخ به این سوالات آنها را به واحد آموزش خود ارسال نمایید. برای کمک به درک بیشتر از تصاویر ساده در این فیلم استفاده شده است که هرچند جزئیات سیستم در آنها به طور کامل نشان داده نشده، اما برای آشنایی با اصول سیستم مفید می باشند. وظیفه سیستم تعلیق در یک خودرو جلوگیری از انتقال تکانها و نوسانات ناشی از سطح جاده به بدنه خودرو به منظور راحتی سرنشین و رانندگی مطمئن می باشد. جهت کسب بهترین نتیجه، سیستم تعلیق می باید نرم یا انعطاف پذیر باشد که بدین ترتیب امکان حرکت بیشتری برای چرخها فراهم می شود. از سوی دیگر برای پایداری بیشتر خودرو در تماس باقی ماندن چرخها با سطح جاده و نیز کنترل نوسانات در هنگام حرکت بر روی سطوح ناهموار ضروری می باشد. در سیستم های متداول تعلیق مکانیکی برآورده کردن تمام این شرایط مشکل می باشد. در خودروهای زانتیا و XM، فنر لول و کمک فنر با یک گوی هیدروپنوماتیکی جایگزین شده است. این گوی ها هنگام کار بر روی خودرو قابل مشاهده می باشند. اساس کار سیستم هیدروپنوماتیک، همانطور که از نام آن برمی آید، بر پایه دو جزء اصلی آن، یعنی یک گاز و یک مایع قرار دارد. و این نکته مهم را به خاطر داشته باشید که یک گاز قابل تراکم بوده در حالی که یک مایع غیر قابل تراکم است. در سیستم هیدروپنوماتیک سیتروئن، از نیتروژن به عنوان گاز و از روغن LHM به عنوان مایع سیستم استفاده شده است. کلمه LHM به اختصار به معنای مایع هیدرولیک معدنی یا لیکوید هیدرولیک مینرال می باشد. این ماده یک مایع یا روغن هیدرولیکی سبز رنگ بوده که آب را به خود جذب نمی کند. یک دیافراگم از جنس لاستیک مصنوعی گاز را از مایع در داخل گوی تعلیق جدا کرده و گوی توسط یک پیستون و سیلندر به چرخ متصل می گردد. این گاز همانند یک فنر در سیستم های معمول مکانیکی عمل می کند. هنگامی که باری بر روی خود رو قرار می گیرد، گاز مشابه فنر متراکم شده و حجم آن کاهش می یابد. و هنگامی که بار برداشته می شود، گاز منبسط شده و سیستم به وضعیت اولیه خود باز می گردد. چنانچه بخواهیم ارتفاع خود رو پس از قرار دادن بار بر روی آن ثابت باقی بماند، میبایست مقداری روغن اضافی با فشار بالا به سیستم تزریق گردد. بنابراین با کم یا زیاد کردن مقدار روغن سیستم میتوان ارتفاع خود رو را در حد مطلوب نگه داشت تا بدین ترتیب ملزومات یک رانندگی راحت و مطمئن تأمین شود. قسمتی که این وظیفه را در خود رو به عهده دارد، تصحیح کننده ارتفاع نامیده می شود. یک تصحیح کننده ارتفاع در جلو و یکی دیگر در عقب خود رو تعبیه شده است. این شیرهای هیدرولیکی یا همان تصحیح کننده های ارتفاع متصل به بازوهای سیستم تعلیق بوده و اجازه می دهند که روغن اضافی به گوی وارد یا از آن خارج شده و به مخزن بازگردد. هنگامی که خودرو در ارتفاع صحیح خود می باشد، هیچ روغنی در شیرها جریان نمی یابد.
چنانچه بار خود رو کاهش یابد، اهرمی که متصل به دستگاه تسیه کننده ارتفاع است، سوپابان را حرکت داده و اجازه می دهد که روغن از گوی بازگشته و ارتفاع تسیه شود. و در حالت عکس، هنگام قرار گرفتن باری در خود رو، سوپاپ مربوطه در جهت عکس حرکت کرده و موجب جریان یافتن روغن تحت فشار به داخل گوی شده و ارتفاع افزایش می یابد. یک مکانیزم تأخیر دهنده در دستگاه تسیه کننده ارتفاع قرار دارد تا از عکس العمل سریع سیستم جلوگیری کرده و موجب نرم عمل کردن سیستم و نیز راحتی سرنشینان گردد. سیستم تعلیق همچنین شامل یک اهرم یا تنظیم کننده دستی ارتفاع بوده که به وسیله آن میتوان ارتفاع خود را تغییر داده و آن را در حد بالاتری به عنوان مثال برای حرکت در جاده های ناهموار قرار داد. این تنظیم کننده همچنین دارای دو حد نهایی ارتفاع می باشد که حد بالایی صرفاً برای تعویض چرخ و حد پایینی جهت انجام تعمیرات سیستم مورد استفاده قرار می گیرد. در سیستم های تعلیق معمولی نظیر سیستم تعلیق خودروی سارا از کمک فنر یا دامپر به منظور کنترل نوسانات چرخها و بدنه استفاده می شود. این وظیفه در سیستم های هیدروپنوماتیکی توسط جزئی از گوی تعلیق انجام می گیرد. دامپر سرعت حرکت روغن را کاهش می دهد و به علت طراحی ساده و موقعیت آن نیازی به تعویض نخواهد داشت. اکنون به جزئیات بیشتر سیستم می‌پردازیم. برای تأمین روغن سیستم یک مخزن وجود دارد و به منظور مراقبت از اینکه روغن در سیستم کاهش نیابد، این سیستم دارای یک نشانگر سطح روغن و نیز یک سویچ مجزا است که موجب روشن شدن چراغ هشدار دهنده و چراغ ایست خواهد شد. روغن LHM از مخزن به وسیله یک پمپ که توسط موتور به گردش در می آید به انباری اصلی ارسال می شود. انباری اصلی در حقیقت عبارت است از یک گوی دیگر که با یک تنظیم کننده فشار یا رگولاتور ترکیب شده است. روغن تحت فشار وارد گوی انباره شده و دیافراگم را به طرف دیگر حرکت داده و یا به عبارتی گاز را فشرده می کند. روغن LHM اکنون در انبار ذخیره می شود تا زمانی که سیستم با نیاز داشته باشد به طور یک نواخت و فزاینده یک مدار خاص را تغذیه کند. رگولاتور و انباره فشار را در حد 140 تا 170 بار ثابت نگه می دارد. روغن اضافی از طریق لوله نشان داده شده به مخزن بازگردانده می شود. هنگامی که فشار سیستم بالاتر از 140 بار باشد، روغن پمپ شده بدون آن که به انبار برود به مخزن برگردانده می شود. بنابراین پمپ بدون اینکه فشار روغن را افزایش دهد کار کرده یا به عبارتی به صورت هرز می چرخد. پمپ تنها هنگامی فعال می شود که فشار به کمتر از 140 بار افت می کند. هنگام کار بر روی سیستم به منظور حفظ ایمنی خود بسیار با دقت عمل کنید، چرا که مایع با چنین فشار بالایی میتواند آسیب‌های جدی به پوست بدن شما وارد کند. بنابراین موارد ایمنی ذکر شده در دفترچه راهنمای تعمیرات را به دقت رعایت کنید. یکی از اجزایی که تاکنون صحبتی راجع به آن نشده است شیر اطمینان است. این شیر جزء نهایی قسمتی است که به نام قسمت تأمین و حفظ فشار میباشد. این شیر دو وظیفه عمده دارد. وظیفه اول آن این است که روغن تحت فشار را برای سیستم ترمز و تعلیق فراهم کند و وظیفه دوم آن این است که در صورت معیوب شدن یک مدار فشار کافی برای سایر مدارات را حفظ کند. این شیر اولویت را به سیستم هایی می دهد که از نظر ایمنی اهمیت بیشتری دارند، نظیر سیستم ترمز. چنانچه فشار در سیستم به 80 تا 100 بار افت کند، یک سویچ در شیر اطمینان چراغ هشدار دهنده را روشن می کند تا به راننده هشدار دهد که خود رو را متوقف کند. تمامی اجزای در برگیرنده از مخزن تا شیر اطمینان جزئی از قسمت تأمین و حفظ فشار می باشند.
از قسمت تأمین و حفظ فشار، روغن LHM به تسهیل کننده های ارتفاع و سپس به گوی های تعلیق می رود. روغن برگشتی از گوی های تعلیق از طریق تسهیل کننده های ارتفاع و از میان لوله های مجزا به مخزن باز می گردد. قسمت تأمین و حفظ فشار مستقیماً سیستم تعلیق جلو و عقب را تغذیه می کند. اکنون به شرح سیستم ترمز می پردازیم. سیستم ترمز با مدار دوگانه که به دو قسمت جلو و عقب تقسیم شده است، انرژی خود را از مدار تغذیه فشار بالا کسب می کند. نکته مهمی که می بایست خاطر نشان کرد این است که این سیستم ترمز از نوع سیستم ترمز با تقویت هیدرولیکی بوده و با سیستم های ترمز بوستری تفاوت دارد. نیروی لازم برای توقف خود را از طریق خود سیستم تأمین می شود و نه از طریق ماهیچه های پای راننده. هنگامی که راننده پدال ترمز را فشار می‌دهد، یک شیر کنترل روغن LHM را به داخل سیلندرهای ترمز هدایت می‌کند. این شیر کنترل تقسیم کننده ترمز نیز نامیده می‌شود. عملکرد و ساختمان تقسیم کننده ترمز در برنامه‌های بعدی تشریح می‌شود. مدار ترمز جلو روغن را از شیر اطمینان و مدار ترمز عقب روغن را از گوی‌های تعلیق عقب دریافت می‌کند. این امر بدین معناست که هر مدار ترمز به طور مستقل عمل می کند. شیر کنترل ترمز همچنین دارای یک خط برگشت به مخزن نیز می باشد. نکته قابل توجه این است که از آنجایی که گوی های تعلیق عقب هم مدار ترمز عقب و هم تعلیق عقب را تغذیه می کند، چنانچه بار چرخ های عقب زیادتر شود، باعث افزایش فشار هم در مدار تعلیق عقب و هم در مدار ترمز عقب خواهد شد. بنابراین حد اکثر نیروی ترمزی در چرخهای عقب بستگی مستقیم به میزان بار خواهد داشت. اکنون خلاصه آنچه تا کنون گفته شد. قسمت تأمین و حفظ فشار به طور مستقیم تعلیق جلو و عقب را تغذیه می کند. شیر کنترل ترمز دارای دو مدار می باشد. یک مدار آن فشار را از قسمت تأمین و حفظ فشار دریافت کرده و آن را برای ترمز جلو فراهم می کند و مدار دیگر فشار مورد نیاز را از تعلیق عقب دریافت کرده و ترمزهای عقب را تغذیه می کند. ترمز دستی تنها بر روی دیسکای ترمز جلو عمل می کند. کابل ترمز دستی به سیلندرهای ترمز جلو متصل بوده و اهرم‌بندی مربوطه موجب کشیده شدن پیستون‌ها و در نتیجه فشرده شدن لنز بر روی دیسک ترمز می‌گردد. سیتروئن تنها خودرویی است که از ترمز با تقویت هیدرولیکی استفاده می‌کند. چند ویژگی و امتیازی که این سیستم نسبت به سیستم‌های دیگر دارد عبارتند از کورس کمتر پدال ترمز، کاهش زمان پاسخ ترمز و به کارگیری نیروی کمتر جهت ترمزگیری. سیستم فرمان هیدرولیک برخلاف مدل های قدیمی تر سیتروئن، سیستم فرمان هیدرولیک فعلی به طور عملی یک سیستم جداگانه می باشد، هرچند از یک مخزن و قسمتی از همان پمپ سیستم هیدروپنوماتیک استفاده می کند. پمپ سیستم از نوع 6 به علاوه 2 بوده که دارای دو خروجی می باشد. پمپ از دو قسمت تشکیل شده است که از یک مخزن تغذیه می شود. قسمت اول که سیستم فرمان را تغذیه می کند، از 6 پیستون یا جزء پمپ کننده به علاوه 1 رگولاتور فشار تشکیل شده است. قسمت دوم از 2 پیستون تشکیل شده است که سیستم تعلیق و ترمز را تغذیه می کند. سیستم فرمان هیدرولیک جهت انجام وظیفه خود به مقادیر زیادی روغن هیدرولیک نیاز دارد و بنابراین 6 جزء پمپ کننده بدین منظور مورد استفاده قرار می گیرد. پمپ روغن را از مخزن کشیده و از طریق شیر کنترل و پینیون آن را به رم هیدرولیکی شانه فرمان توزیع می کند. نحوه کار شیر کنترل پینیون و رم در فیلم دیگری توضیح داده خواهد شد. فشار این سیستم توسط 1 رگولاتور فشار در قسمت 6 پیستونه پمپ محدود می کرد. در سیستم های قدیمی تر از پمپی متفاوت که تنها 1 خروجی داشت استفاده می شد.
خودروهای مدل 1998 فرمان راست V6 کمی متفاوت می باشند، چرا که رگولاتور فشار سیستم فرمان در محل دیگری قرار داشته و قابل تنظیم می باشد. در خودروهای XM مدل V6 از سیستم فرمان کاملا متفاوتی استفاده می شود که شرح آن در دفترچه راهنمای مربوطه آمده است. حال به شرح اصلاحات سیستم های جدید می پردازیم. یکی از مشخصه های سیستم های قدیمی تر این بوده است که خودروها در طول مدتی که خودرو خاموش بوده است دوچار نشست می شدند. برای حل این مشکل در خودروهای جدید از یک شیر هیدرولیکی با نام شیر ضد نشست استفاده می شود که بین شیر اطمینان و تأثیر کننده ارتفاع قرار می گیرد. شیر ضد نشست جلویی در زیر مخزن و شیر ضد نشست عقبی بر روی شاسی عقب خودرو قرار دارد. چنانچه در سیستم A رخ دهد و شیر اطمینان بسته شود، به علت اینکه شیر ضد نشست نیز بسته شده است، ورود روغن به ترمزهای عقب متوقف می‌گردد. بنابراین به منظور جلوگیری از این مشکل یک گوی دیگر به سیستم اضافه شده است. این گوی به عنوان انباره ترمز عقب عمل می کند تا از آن طریق شیر کنترلی ترمز را تغذیه نماید. با مشاهده پمپ هیدرولیک می توان به این نکته پی برد که سیستم از شیر ضد نشست استفاده می کند یا خیر. چنانچه پمپ از نوع 6 به علاوه 2 باشد، مشخص می شود که سیستم از شیر ضد نشست و یک انباره ترمز عقب استفاده می کند. و نکته آخر این که کنترل نشتی و روانکاری به طور طبیعی در کلیه اجزای سیستم انجام می گیرد و روغن LHM از طریق شبکه لوله های برگشت به مخزن باز می گردد. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید، زنگوله رو به صدا در بیارید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.